هم میهنان گرامی، شرایط اجتماعی و سیاسی در ایران روز به روز بسته‌تر می‌شود. دولت در ایران لحظه به لحظه به فشار خود بر مردم و به ویژه فعالان می‌افزاید. ما ایرانیان مقیم خارج دچار محدودیت‌های حکومت ایران نیستیم. در این شرایط ما هستیم که باید افکار عمومی را نسبت به شرایط ایران حساس نگه داریم. حضور ما در گردهمایی‌های اعتراضی علیه دولت ایران توجه بیشتر جامعه جهانی، رسانه‌ها و همچنین فعالان داخلی را به دنبال خواهد داشت. کوچکترین تأثیرگذاری بر فضای بسته ایران یک گام با ارزش است و به همان اندازه بی‌تفاوتی به بحران حقوق بشر در ایران به بسته ماندن فضای کشور یاری خواهد رساند. سکوت در این موقعیت مهلک‌ترین ضربه به فعالیت‌های کسانی است که با به خطر انداختن جان و امنیت خود برای داشتن ایرانی آزاد تلاش می‌کنند. نسرین ستوده، یک زن، یک مادر و یک فعال حقوق بشر، یک تنه سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به چالش کشیده است. ستار بهشتی، یک وبلاگ نویس، یک کارگر در جنوب تهران، به قیمت از دست دادن جان خود توجه جهان را بار دیگر به بحران حقوق بشر در ایران جلب کرد. در چنین شرایطی سکوت ما ایرانیانی که در کشورهای آزاد زندگی می‌کنیم بزرگترین خیانت به هم‌میهنانمان در داخل ایران است. بیایید ایرانیان مقیم ایران را هم در داشتن حق نفس کشیدن و زندگی کردن سهیم کنیم. Ladies and gentlemen, the political and social situation in Iran is getting worse and worse. Islamic government increases the pressure on people and especially on the activists. But we are not living in Iran. Our presence in gatherings and campaigns against the Iranian government has a key role to raise awareness about the situation in Persia. Silence just helps the authorities to be more though with the people. Silence is betrayal to Persian people. Nasrin Sotoudeh, a brave woman and a mother, is challenging the judiciary system of the Islamic Republic of Iran. Sattar Beheshti, a young blogger and a worker in South Tehran, lost his life in a prison and attracted worldwide attention to the human rights crisis in his homeland. Let's share our freedom with the people in Persia.